مسلمان و در واقع روشن فکر مذهبی. انقلاب در یه فرهنگ سیاسی اتفاق میفته. فرهنگ سیاسی ایران هم حداقل سه تا مؤلفه خیلی اساسی داره در قرن 20: ناسیونالیسم ضد استعماری، سوسیالیسم جهان سومی و اسلام سیاسی. منتقدان اغلب نقاشی انقلابی ایران را به دو شاخه نقاشی نقاشان سوسیالیست و نقاشی نقاشان مذهبی تقسیم کردند. بررسی دانشکده هنرهای زیبا نشان می‌دهد که هیچ کدام از این دو دسته خارج از نهادهای طبقه متوسط نبودند. هر دو تا این دسته تا قبل از اینکه انقلاب اتفاق بیفته با همدیگه مشغول نقاشی کردن بودند و روزگار می‌گذروندند. ساخت فکری اینا به لحاظ تجسمی از یه جا اومده جفتش. تو مدرسه درس خوندن که معلمای مشترکی داشتن، سواد بصری که توزیع می‌شده در اون سالها بین این آدما یکی بوده. درنچه وقتی از هم دیگه جدا شدن فقط سعی کردن که تمایلات سیاسیشون رو وارد نقاشی‌ها بکنن بدون اینکه قالباشو تغییر بدن، چون نمیتونستن اصلا این کارو بکنن. هر دو گروه این نقاشان دانشجویان هانیبال الخاص بودند. کسانی که دنبال الخاص بودن همه مفید بودن، همه کارساز بودن، همه دردمند، درداشنا و به هر صورت معترض و شجاع، مثل شهاب موسوی زاده، مثل بهروز مسلمیان. الخاص یه دسته هنر در واقع شاگرده مذهبی هم داره که مثلا من بودم، کاظم چلیپا بود، حبیب بود. نقاشی کردن با تعهد رو یکی از کسایی که راجبش زیاد حرف زده هانیبال الخاص تو ایران. خیلی از این نقاشا در واقع غیر از این که از هانیبال الخاص شاید یاد گرفتن چجوری نقاشی کنن، این رو هم یاد گرفتن که چجوری فکر کنن، حداقل تا یه مدت زیادی. با این حال آن سالها وضعیت مدرنیسم ایران محدود به زیباشناسی هانیبال الخاص نبود، خصوصا با حمایت فرح پهلوی هنرهای تجسمی ایران یکی از شکوفاترین دوره‌های کل تاریخ هنر مدرن ایران را تجربه می‌کرد و آثاری که خلق می‌شد بسیار فراتر از نقاشی‌های فیگوراتیو از نوع الخاص بود. اما این نوع مدرنیسم رسمی به رغم ارزش‌هایش در تاریخ هنر همان گرفتاری موسیقی بزمی را داشت. همه چیز وجود داره به جز تلخ نگاه کردن، به جز اعتراض، به جز نگرانی. همه چیز خوبه، ما همه کاراتون ممکن داره انجام میشه، درست هم داره انجام میشه، فقط ما بپردازیم به فانتزی هنر، به نگاه یعنی با از پنجره در واقع فرمالیزم به هنر نگاه بکنیم. فرم هنری رو که دربار پهلوی ترویج میخواست بکنه آمیزه ای بود از یک تلقی از مدرنیته که تمام جنبه‌های سیاسیش ازش گرفته شده بود. یه هنری بود که می‌خواست تمام ایران رو به یه حالت یا بورژوازی مرفه تهران تبدیل کنه یا یه حالت حتی خود اورینتالایز کردن بقیه محدوده ایران. اون موقع اصطلاحی بود از فرانسه گفتن دزنفکته بهش میگفتن، یه فرم دزنفکته بود. تو مثلا قیافه ملکی اون موقع ایران رو میدیدیم، خود مثل اودری هپرن خودش رو مثلا درست کرده بود در صبحانه در تفنی از این حرفا. شاگردان الخاص هویت معترض و انقلابی خود را از تقابل با این تلقی از مدرنیسم میگرفتند. این سوال طرح شده بود که اون چه که تا امروز اتفاق افتاده در هنر تجسمی این مملکت، اینا هنریست که از اون بر اومده تو ایران. ما به عنوان ایرانی اگه نخواهیم هنر غربی کار کنیم چی کار باید بکنیم؟ چیزی که مطمئنم این است که همون موقع هم این دسته بعدی نمیدونستن که چی کار باید بکنن، اینا شک ندارم توش. آنچه هر دو گروه مذهبی و غیر مذهبی در واکنش به مدرنیسم رسمی دهه 50 پدید آوردند، جایگزین کردن الگوی مدرنیسم جوامع لیبرال با الگوی مدرنیسم جوامع در حال گذار بود. خیلی به نقاشای مکزیکی فکر میکردیم، سیکیروس و اوروسکو، ریورو اینا، و میخواستیم یه همچی کارایی بکنیم. بیشتر بچه متأثرن از نقاشای اروپای شرقی، امریکای لاتین، روسیه و چین، خیلی متأثرن. در نتیجه شما وقتی کارهای تحلیل میکنید از نظر رنگ،
کمپوزیشن، ایده، همونا رو تعقیب میکنه. خیلی وقتا در حد اینکه یه پرسوناژ خارج میشه از یه کار اونوری و یه پرسوناژ دیگه جایگزین میشه بهش، یا یه مثلا فرض کنید تظاهرات عوض میشه با یه صحنه‌ای که مثلا ممکنه تو ایران اتفاق افتاده. تصور رایج آن است که در واکنش به مدرنیته وارداتی از غرب، سوسیالیست‌ها می‌خواستند مدرنیته‌ای از شرق وارد کنند، اما اسلام‌گرایان توانستند مدرنیته‌ای بومی بیافرینند و به همین دلیل نهایتاً انحصار قدرت را به دست گرفتند. اصلا این حرفا نیست. تفکر اسلام انقلابی همونقدر دگره، دگراندیشیه که فرض کن سوسیالیسم یا ناسیونالیسم. در نتیجه بیگانه قلمداد کردن تفکرات ناسیونالیستی یا سوسیالیستی در ایران، این و این اصلا لفظ دگراندیشی زایده مال جمهوری اسلامیه. شریعتی در پاریس با انقلاب کوبا، با انقلاب الجزیره الفت داره. این هم چیزی این نیست که نه این مارکسیست بوده نه اون لنینیست بوده، فرهنگ ما فرهنگ جهانی بود. مثلا فرض کن نقاشی اندی وورهول مال دهه‌های 50 و 60 اینجا تو نقاشی‌های هست از آیت الله بهشتی، قرزالک، روی مدل اندی وورهولی که اینجا بوده. منظورم اینه که ماهیت فرهنگ سیاسی ایرانی ماهیت چند صدایی و چند ساحتیه و این محصول حضور ما در اون منطقه مونه. ما همیشه با شرقمون مراوده داشتیم، مراوده فکری و ایده، با غرب داشتیم، با شمال داشتیم. مراوده فکر و اندیشه گروه‌های مختلف طبقه متوسط، اعم از اسلام‌گرا و غیر مذهبی، با شرق و غرب، نهایتاً مشروعیت سلطنت توسعه‌گرا را به کلی فرو ریخت. با این حال سرنگونی عملی دستگاه حاکم به بسیج گسترده تری احتیاج داشت که با مشارکت صرف طبقه متوسط ممکن نبود. دعوت طبقات فروتر به اعتراض محتوای کلیدی بخش عمده ای از آثاری است که در جریان انقلاب پدید آمدند. رقابت میان سوسیالیسم و اسلام انقلابی از همینجا شروع شد. از اینکه برای بسیج توده های مردم به سراغ نهادهای متفاوتی رفتند. میخواستیم یه همچی کارایی بکنیم، یعنی نقاشی رو ببریم داخل مردم، تو فضایی که مردم در رفته آمدن، از تو گالری ها در بیاریم. تو یکی از این دیوارای انجمنای کارگری من تک تک کارگرها رو می آوردم و صورت خودشون رو توی اون نقاشی ها می کشیدم. اینه که براشون فوق‌العاده زیبا بود و جذاب. حبیب صادقی، کاظم چلیپا، محمود ایمانی، حسن محمدی، جمال سماواتی و محسن منوچهری که عکاسی میکنه، اینها شروع میکنن به در واقع مقدمات یه نمایشگاهی در حسینی ارشاد رو فراهم میکنن که البته پیشنهادش مال شهریار نفیسی و برای بچه های در واقع انجمن مسلمان های دانشکده هنرهای زیبا هست. منتها ماجرا این بود وقتی ما نمایشگاه حسینی ارشاد رو میذاریم، اصلا مردم فکر میکنن نقاشی تا اون موقع فقط منظره است، یه صورت کشیدن نقاشی. خیلی اینطوری فکر میکردن، یا فکر میکردن نقاشی مدرن یعنی هر کی شبیه، هر کی رنگ رو بپاچه یا هر کسی یه کاری بکنه که نشه تشخیص داد، مثل پیکاسو نقاشی کرده. گروهی به کارخانه ها رفتند و گروهی به حسینیه ها. نقاشان اسلامگرا از سال 59 و به خصوص با آغاز جنگ توانستند زیباشناسی مستقلی تأسیس کنند. حسین خسرو جردی که در سال 58 انسان را اینگونه می دید، در سال 59 قنوت را کشید. حبیب الله صادقی در سال 58 شهید را اینگونه تصویر می کرد و در سال 59 اینگونه. حکم جلو دارست بر هامون به تازی، هامون اگر دریا شود از خون به تازی، از دشت و دریا در طلب باید گذشتن،
بیگاه و گاه و روز و شب باید گذشتن. گر سر حرامی سر خطر در پیش داری حکم جلو دارد، حکم جلو دارد سر در پیش داری.